شهید آقا مهدی باکری رو من از قبل از انقلاب می‌شناختم. ایشون دانشجوی دانشگاه تبریز بود، با یکی از دوستان ما که ایشون هم دانشجو دانشگاه تبریز بود آمدن مشهد. من اتفاقا در یکی از همین ییلاقات اطراف مشهد تابستان بود، اونجا بودم، آمدن اونجا و دیدم این جوان رو. اهل کار بودن، اهل مبارزه بودن، فهیم بودن، مسائل کشور رو، موقعیت کشور رو میفهمیدن. لذا به مجرد این که انقلاب شد و حوادث بعد از انقلاب پدید آمد، اینا صحنه رو حفظ کردن، یعنی حضور کامل در صحنه پیدا کردن، بیداری اینها رو نشان دادن. وجود فرماندهان شهید و اون قله های برجسته دفاع مقدس است. مهدی، من مثال نمونه میزنم خدمت شما، مهدی عادی نبود. این فرمانده شما بود تو صحنه جنگ، وقتی شهید شد به یک گودال بود در نوک. فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو، بلکه بیا. هر کس بین این کلمه در کلمه بیا و برو، اونها در نوک بودن، فریادشون این بود بیا. این مسئله، مسئله یاد شهیدان، یک مسئله محلی و منطقی و مخصوص یک مردم خاص و زمان خاصی نیست. همیشه به این احتیاج داریم. نباید اجازه بدید که مندرس بشه این یاد. یاد خیبر خیلی با مشکل مواجه شد. همه فرماندهان نشسته بودن، هر کسی گزارش کارش رو داد، هر کسی یه چیزی میگفت. آقا مهدی خیلی عصبانی شد. آقا چرا باید یه فرمانده که تقاضای عقب نشینی میکنه قایق براش بفرستید؟ جنگیدن برای خدا که عقب نشینی نداره. یه کسی که تصمیم گرفته که در راه خدا به جنگه، نباید تقاضای عقب نشینی بکنه. همین حادثه برای خود آقا مهدی در بدر اتفاق افتاد. ایمان به حرفش داشت و اون حرفی که تو خیبر زده بود اعتقادش بود و خودش به این اعتقاد عمل کرد و تا آخرین لحظه موند و به شهادت رسید. تماس گرفتم با آقا مهدی رو، گفتم آقا مهدی یه اوضاعی شدیدی هست، باید سریع بیایی اینجا نزدیک که مثلا مهدی جوابی در این رابطه به من نمیده. باش جدیدتر که مهدی اونجا موندن فلان، حالا با بودم که چه زمان بشن با هم صحبت میکردی، مهدی همه یه حرفا رو به جور دیگه رو من جواب داد. گفت که من بیا سریع اینجا، اگه اومد اینجا برای همیشه پیش هم هستیم و اینجا خیلی جای قشنگیه. یه آخرین تماس آقا مهدی بود و پایانی که تا امروز دیگه خبری از آقا مهدی نیست. فرماندهان ما امامت میکردن بر صحنه جنگ. فرماندهان شهید ما او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره. این صداش ضبط خطاب شهید احمد کاظمی که تا آخر تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید، صداش این بود و حرفش این بود: احمد بیا اینجا، اینجا من چیزی میبینم، اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت. احمد بیا سریع اینجا، اینجا خیلی جای نشده.